نفرت عمیق مردم ایران از حاکمیت ولایت فقیه بارها و بارها اثبات شده است. در قیام‌های سراسری که با شعارهای کوبنده مردمی که فقط خواستار سرنگونی آن هستند، تا در تحریم وسیع نمایش انتخابات رژیم و تا هر فرصتی که به دست آوردند برای سرنگونی این رژیم تلاش کردند. اما هر از گاهی رسانه‌های خود رژیم به عمق این نفرت اعتراف می‌کنند. روزنامه حکومتی هم‌میهن در این خصوص نوشت 92% ایرانیان به وضعیت فعلی ایران معترضند. این خلاصه بخش مسائل و آسیب‌های اجتماعی موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان است که داده‌هایش آبان ماه سال 1402 جمع‌آوری و حالا به یکی از مهم‌ترین پیمایش‌ها درباره وضعیت جامعه ایران تبدیل شده است. این آمار نشان می‌دهد که 92% مردم ایران رژیم را نمی‌خواهند. در اطلاعیه 16 تیر ماه ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور که روز 16 تیر ماه 1403 منتشر شد، آمده است که آمارهای کارشناسی که از مانیتور 2000 شعبه رأی‌گیری به دست آمده، نشان می‌دهد که 91% مردم ایران شعبده انتخابات خامنه‌ای را تحریم کردند. حتی کارشناسان رژیم هم به اقلیت بودن هیئت حاکمه اذعان دارند. ولی حاکمیت چند درصد از جامعه است؟ حتی 10% جامعه هم نیست. ببین الان جامعه ما تبدیل به جامعه طبقاتی، به شدت با فاصله طبقاتی شده. الان جامعه حاکم ما یه جامعه بسیار بسیار اندکی هستن که از مواهب قدرت برخوردارن، تمام فک و فامیلشون رو به کار گرفتن، تمام دارایی هاشون رو جمع کردن و الان شدن طبقه حاکم. بنابراین در حاکمیتی که 10% جامعه را هم در بر نمی‌گیرد، بازی‌های محوه وفاق ملی و کلماتی از این دست هیچ کارایی نخواهد داشت. این رژیم قاعده اجتماعی خودش را کاملاً از دست داده و همین بی‌پایگی باعث ایجاد شقه و شکاف در درون حاکمیت و وسیع‌تر شدن گسل‌ها هم بین باندهای حاکمیتی و هم بین مردم از یک سو و حاکمیت ولایت فقیه از سوی دیگر خواهد شد. این گسل‌ها و حرکت آن البته به زلزله‌هایی ختم خواهد شد که نامش قیام‌های بنیانکن است و این را قبل از هر کسی خامنه‌ای به خوبی می‌داند.